سلام، من سینا ولی‌الله هستم با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از ام بی سی پرشا در خدمت شما دوستان و عزیزان. نمیدونم اطلاع دارین یا نه، اما هفته‌ای که گذشت رو قراره در تقویم به عنوان هفته اپیلاسیون ملی نامگذاری کنن. الان عرض می‌کنم خدمتتون، چون هفته گذشته وزیر محترم ارتباطات به مردم وعده یک سورپرایز داده بود و آخر هفته با یه ویدیو چنان ملت رو سورپرایز کرد که دیگه کرکوپر واسه 80 میلیون ایرانی نمونده بود و همه کف کرده بودن که مگه میشه وزیر ارتباطات یه مملکت اینقدر از جنس مردم باشه، اینقدر نیاز اصلی مردم جامعه رو به این خوبی بشناسه. چه سورپرایز قشنگی بود دیگه. الان همه میدونن دغدغه اصلی مردم رفع فیلتر و افزایش سرعت اینترنت و این چرت و پرتا نیست. نیاز امروز مردم همین بود که بستهشون رو به جای پیک موتوری با پهپاد بیارن دم در خونشون. دمش هم گرم، خیلی سورپرایز خفنی بود، ولی کاش هیجان سورپرایز رو اینجوری بیشتر میکرد. اینجوری حداقل علاوه بر سورپرایز یکم هم دل مردم خنک میشد دیگه، اینجوری بهتر بود به نظرم. اما از اونجایی که ممکنه یه عده خیلی کار پستی نداشته باشن و این پهباد پستی خیلی واسهشون جذابیت نداشته باشه و سورپرایز نشده باشن، خب مسئولین نگران میشن دیگه. مسئولین هم به فکر افتادن که دست در دست هم بذارن و یه جوری دیگه مردم رو سورپرایز بکنن. وضعیت اسفناک خیابونای اهواز اسفناک چیه؟ خیلی هم قشنگ بود دیگه. سورپرایز از این بالاتر؟ فکر کن شب روی تخت بیمارستان یا روی تخت خواب خونه دراز بکشی، بعد صبح بلند شی ببینی تا زانو تو آبی. زیبا نیست؟ دیدن ممکنه یه عده بوسشون نرسه تعطیلات برن لب دریا، دریا رو آوردن تو خونهشون. کجای دنیا چنین امکانات سورپرایزی وجود داره خدایی؟ اما این فرایند سورپرایز کردن ملت فقط محدود به اینا نیستا. الان در راستای تولید ملی هم دارن تلاش میکنن خودروهای داخلی رو با امکانات سورپرایز کننده تحویل مردم بدن. دو ساعت نیست تحویل گرفتیم، ماشین دنده یک داره، دو داره، سه، چهار، پنج داره، دنده عقب نداریم. اوسا سلام، اوسا مشکل چیه؟ نداره که نداره. کور خوندین اگه فکر کردین با این فیلم ها میتونید تولیدات ملی رو تخریب کنید؟ کور خوندین؟ مردم به این چیزا به چشم عیب نگاه نمی کنن، همه اینا رو به چشم سورپرایز میبینن. عالی، اینم یه نمونه دیگه از خودروهای پیشرفته غافلگیر کننده ماست که نه تنها دنده عقب نداره، تازه فرمونش هم نمیذاره دور بزنی بری عقب. اصلا به نظرم این خودروهای عقب نرو رو باید صادر کنیم به ژاپن و کره و اروپا و آمریکا، چون این عقب نرفتن خودش میتونه حامل یک پیام استراتژیک بزرگ هم باشه که رئیس جمهورمون قبلا خیلی روش تاکید داشت. و ما میگوییم ما به عقب بر نمیگردیم. بله، چی فکر کردی؟ ما به عقب بر نمیگردیم حتی وقتی سوار ماشینیم، ما فقط به گذشته برمیگردیم. یعنی عقب رفتن مسافتی تو کت ما نمیره، وگرنه در زمین عقب رفتن در زمان که الان باید طرفای قرن دوم یا سوم هجری قمری باید باشیم اگه اشتباه نکنم. اصلا باید این جمله رئیس جمهور رو بکنن شعار صنعت خودروسازی، ما به عقب بر نمیگردیم. البته آقای رئیس جمهور که کلا ید طولایی در زمینه سورپرایز کردن مردم دارن و هنوز که هنوز جای آخرین سورپرایزشون که همون گرون کردن بنزین بود درد میکنه. در این ایام ما موفق شدیم برای اقشار کم درآمد جامعهمون، متوسط به پایین، با اصلاحی که انجام دادیم در قیمت بنزین
یک کمک جدیدی هم برای اونها داشته باشی. دمش گرم به خدا. واقعا چه کمکی از این بهتر به قشر کم درآمد جامعه که باعث پیشرفت و بالا بردن توانایی هاشون بشیم. اخشار ضعیف چون نمیتونن پول بنزینو بدن، اینجوری رو تکنیک ها و سرعت فرار کردنشون کار میکنن تا پیشرفت کنن، و با پیشرفت اونا کشورم پیشرفت میکنه. چون مهم پیشرفت دیگه، حالا تو چی مهم نیست. یکی تو تکنولوژی مثلا پیشرفت میکنه، یکی تو دزدی و اختلاس. تازه این یکی از کمک هایی بوده که با افزایش قیمت بنزین به اخشار کم درآمد ایجاد شده. بازم ها گفتم این دولت هدفش، دو تا هدف مهمش، اشتغال و مبارزه با فقر مطلقه. ما به قولمون و به عهدمون وفا کردیم. وفا کرده دیگه. با این کارشون به وعده اشتغال زاییشون هم عمل کردن و وفا کردن. تونستن کلی شغل جدید ایجاد کنن. یکیش گدای بنزینی. این گداهای بنزینی همونایی بودن که قبلا می اومدن جلوی ملت رو میگرفتن، میگفتن آقا کیفولمو گم کردم، پول ندارم مثلا برگردم شهرمون. الان ارتقای شغلی پیدا کردن، میان تو پمپ بنزین، یا آقا کارت سوختمو گم کردم، پول نداریم بنزین بزنیم، و اینا دیگه کارشو راه میندازه. لامصب این گرون کردن بنزین خیلی تاثیرات مثبتی تو جامعه داشته، ولی متاسفانه این وسط گاهی یه سری خبرها هم منتشر میشه که کسی از شنیدنشون سورپرایز نمیشه. مثلا همین خبر حکم نهایی اونایی که تو مترو گل داده بودن دست مردم. بله، کسی از حبسای سنگین این جنایتکاران تعجب نکرد، چون به هر حال گل دادن به مردم، جنایت کمی نیستین. زنشونو که تو حموم نکشته بودن که بشه با رأفت و مهربونی باهاشون برخورد کرد. تازه همین که حکم گل دادن به مردم و با حکم یه آدمکشی ساده تقریبا یکی دونستن، این خودش نشان از عطوفت و خوشقلبیشونه. گل داده بوده دست مردم، بی شرف. میفهمی یعنی چی؟ حتی نجفی هم اگه رفته بود تو همون بزنش گل داده بود، بعد پوستشو میکندن. ولی اون بیچاره فقط زنشو کشته بود که به هیچ وجه اصلا قابل مقایسه با گل دادن به مردم نیست. امیدوارم که با بخشش همین چند سال حبس رو هم نذارن بره. اما در کنار تمام مسئولان که هر کدوم روش‌های خاص خودشون رو برای سورپرایز کردن ملت دارن، تلویزیون سردمداره همه ی حرکات نوینه. یعنی الان یه جوری شده که ما خودمون مجریات تصمیم میگیریم، صبح که از خواب بلند میشیم بریم مثلا میز بیفته، این حرف رو بزنیم، این کار رو انجام بدیم، پامون به پامون بخوره، پیچ بخوره که بیفتیم زمین، و تا بعد از ظهر در تمام فضای مجازی بتره کنیم. اگر هم که حرفی زده باشیم فردا صبح بیاییم بگیم معذرت میخوایم ما اشتباه کردیم. پس همه اون لحظات ناب و شیرین از پیش تعیین شده بوده. ای بابا، تلویزیون تو این 40 سال کلا همین 4 تا صحنه درست و حسابی و ماندگار رو داشت که تو ذهن همه مخاطبا مونده بوده، اونم ساختگی بود. مختلف بود. صندلی پایش شکست. ولی قیافه مجریه رو دیدین؟ بله. با اونم ادامه داد. خلاصه اگه همین پس وردی رو دیدین کسی وسط برنامه زنده کشید پایین، تعجب نکنید. بدونین دلش چیه. دیگه خواستن سورپرایزتون کنن، ویو بگیرن دیگه. البته کاش این خلاقیتاشون واسه دیده شدن در حد همون دکور توی سر مهمون زدن بود، چون الان دیگه جدیدا از روش تحقیر کردن مهمون هم استفاده میکنن. به خدا اگه میخوای در بیاد راحت باش. میخوام من این آرمشو برات بکنم. رشوت فردوسو نیدی اینو کن. اینو کلا بکنش. منم دوستم تازه گرفتم. دیروز گرفتم. آره منم تازه میخرم، از وقت میمونه. ولی کار خوبی کردیم کندیمش. کار خوبی کردش که کندش. البته مهم نیست کت مهمون ممکنه قرضی باشه یا بخواد ببره پسش بده. مهم نیست اون اتیکت کد اصلا توی دوربین نبود و دیده نمیشد. مهم این بود که شعور مجری باید دیده میشد. وگرنه که میتونه صبر کنه تا یه میان برنامه چیزی بشه بعد بهش بگه دیگه. ولی خب طبق فرمولی که اون خانم مجری اعلام کردن، این کارا رو معمولا میکنن که بپیچه توی فضای مجازی، بعد فرداش بیان بگم معذرت میخوام. مهمونی بود که از استان گیلان اومده بود، بعضی گفتن که من به خاطر این بهش بی ادبی کردم، میخواستم بگم که تو رو ابوالفضل اینجوری درباره من فکر نکنه. نه، به قمر بنی هاشم اصلا اینجوری ما راجع به تو فکر نمی‌کنیم. البته این جانشین جدید پت در برنامه صبح بخیر پت اومد هست که یکم چموشه، هنوز به این راحتی و عذرخواهی نمی‌کنه، کار می‌بره. حتما که من کار اشتباهی کردم که این همه
با همه حرفو میزنید، ولی درباره این که چه اتفاقی میفته که یهو یه همچین حجمی در مورد همچین داستانی هم میاد، اگه یه مقدار دقیق‌تر نگاه کنیم شاید نتایج بهتری بگیریم. باشه، ما قول میدیم دقیق‌تر نگاه کنیم. عذرخواهی تو بکن لامصب. داشت اسمش چی بود؟ کلاچای فکر میکنم. خیلی آره، خیلی جای قشنگی هم هست. مردم اونجا هم شاید ذره بر اثر اتفاقات کلی آزردن. از نام آقا من معذرت. روستاشو گفت روستاش خیلی قشنگه، مردمش هم یه خورده حساسن. اون منم معذرت میگم. این ورژن جدیده، هنوز سختش عذرخواهی کنه، میمالونه به هم. ولی پتومت‌های ملی کلا کارشون همینه. تلویزیون هم در زمینه تحقیر مهموناش سابقه درخشانی داره. اینو با یه انگشت وا می‌کنی و 50 تومن تو ور می‌داری میدوی میری خونه. آمادم. چیه؟ زرشک چیه؟ همه با هم. زرشک چی داره؟ مزه داره. بله، این تلویزیون ملی و مردمی صادقانه برای سورپرایز کردن مخاطب خیلی زحمت میکشه بیچاره. اما به نظر من سورپرایز کردن ایرانی‌های داخل کشور به تنهایی کافی نیست. ما باید یه جوری اون ایرانی‌های خارج از کشور رو هم بکشونیم داخل، سورپرایزشون کنیم. دلم گرفت به خاطر اینکه خب هنرمندانی شبیه همین نقشی که آقای پرویز پرستویی بازی می‌کردن، سال‌های سال نزدیک 40 سال از کشورشون دور هستن و معلوم نیست به چه جرمی نمیتونن بیان تو کشورشون و بخونن برای مردم. بله، واقعا معلوم نیست به چه جرمی اینا رو از چشیدن طعم غافلگیری‌های مسئولین محروم کردین. شما مامای حیاتی فکر می‌کنم حافظه‌تون از در سازمان که میای بیرون از دست میری عزیزم. برو یه نگاه به آرشیو همون خبرایی که یه عمره داری می‌خونی بنداز، یا از همکارا تو بخش 23 بپرس، اونا جوابش بهت میدن. این که تازگی‌ها مد شده بعضی خوانندگان نوظهور پاپ در اجرای کنسرت‌هاشون برای جلب نظر هواداراشون به کارهای عجیب دست می‌زنن به کنار. چه صافت ها دیدی برای جلب نظر مخاطب چی کار میکنن؟ نه که خیلی خوب با همین خواننده های داخل کشور رفتار میکنن، باید هم برن بقیه را از خارج بیارن دیگه. دیگه هنرمند نموده که 23 بهش گیر نداده باشه. الان دیگه طبعا کمبود هنرمند داره بیداد میکنه، احتیاج به خواننده ها و هنرمند های خارج دارن. نظرت این چیه؟ تعیبی فرنگیه. واقعا متاسفم. بی‌فرهنگیه. چی بود این صحنه‌های وحشتناک، صحنه‌های عجیب و زشت و منافی عفت؟ خوب شد مات کرده بودن تصویر رو. دیدین چه جوری دستاشونو برده بودن تو هوا تکون میدادن کسافت‌ها؟ تو رو خدا بگیرید اینا رو، یه دست و یه پاشونو قطع بکنید تا درس عبرتی بشه برای بقیه. ما با نفس شادی کردن هیچ گونه مشکلی نداریم. بله، با شادی کردن و تکون دادن دست و کسی مشکلی نداره، به شرطی که جوری باشه که انسان لذت ببره. مثل این حتی این بله، کنسرتاتون اینجوری برگزار کنین تا دیگه کسی باش مشکلی نداشته باشه و لغوش نکنه. چیه این حرکات غیر عقلانی؟ آخه دست میزنن و کل میکشن و خودشون رو تکون میدن تو کنسرت. کنسرت مگه جای این حرکات احمقانه است؟ حرکاتی که خواننده همراه با اون شعر از خودش بروز میده، انسان رو به گونی تهییج میکنه که به رفتار دور از عقلانیت بروز بده. احسنت، راست میگه. چیزایی که بروز میدن اصلا خیلی چیزای خطرناکیه. اینا تو کنسرت ها همش رفتارشون خارج از عقلانیته، رفتار در چارچوب عقلانیت و بدون هیجانات غیر طبیعی، فقط این. اما امروز متاسفانه نه فقط در کنسرت هامون، بلکه ما در فوتبالمون هم شاهد این حرکات به دور از عقلانیت و زشت هستیم. البته بعضیا برای همین که این اتفاقات و تبعیض‌ها و خیلی موارد دیگه فوتبال به گوش مردم نرسه، یه راه دیگر رو ترجیح میدن. تلویزیون شرکت کردم. بله، تلویزیون خاموش کن. چرا؟ من با تلویزیون حرف نمی‌زنم.
حالا چه کنیم با این غم؟ چه کنیم؟ بله، شما چه کنید با این غم و مردم چه کنند با تو که هر شب باید ریختت تو اخبار ببینن و کهیر بزنن. اصلا صادقانه تلویزیون که جای اینجور سلبریتی های قدر نشناس نیست. تلویزیون باید فقط امثال این چهره های قدرشناس و مهربان و ارزش مدار رو نشون بده. نیروی دفاعیمون هست، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، بسیج. من اومدم از اونا پشتیبانی کنم. اومده پشتیبانی کنه دیگه. البته ایشون الان که دارن پشتیبانی میکنن، یعنی در واقع میشه همون تو تلویزیون خودمون دارن مالکشی میکنن، قبلا تو تلویزیون خارجی میکردن. برای آقایی که پنجاه و سه سال داره و بچه تهران هست، داره مدرک لیسانس هست و تا به حال ازدواجی نداشته، یه آقای نسبتاً خوش‌تیپ و نازنین و در ناحیه شمران زندگی میکنه ایشون، براش دنباله یه مورد مناسب میگردن. نسبتاً خوشتیپه، کیس مناسبیه. کسی هست بچه اینجا کسی علاقمندان هست اینجا. اگر هستین تماس بگیرید دیگه. به هر حال لحاظ شغلی که چیزی عوض نشده، هنوز همون کارو دارن انجام میدن الان اینجا هم که هستن در داخل کشور، ولی خب به روش دیگه ای که اینم خودش یه جور سوروایز محسوب میشه دیگه. غلط میگم؟ بگین غلط میگی. بله بله چی گردم من قشنگی قربون شما، خیلی ممنون. چه عجب چه دیگه، حالا به هر حال یه چیزی که قشنگه رو باید بگیم. بله خیلی متشکرم. گردم بنده قشنگی. بله خواستم بدرخشم. شما بدون گردم بندم میدرخشی، اگه برای اون پوشیدی میدرخشی. خیلی ممنون. خواستم مثل مهمان هفته پیشمون بدرخشم. آها، مهمانی که واقعا این مصاحبه‌ای که ما انجام دادیم چه کرد؟ ترکون به معنی واقعی کلمه ترکون. ولی خب دو تا نکته رو هم مشخص کرد. یکی اینکه کل مملکت همه زر رو میشناختن. آره، همه زرگر و زرشناس شدن. آره دقیقاً دقیقاً همه میشناختن، همه یعنی هر کیو میدیدی یا هر کی مثلا مطلب ما که میدونستیم که ما در زر به خود ما گفته بود، ما نمیخواستیم بگیم و ما در جریان یعنی ما بی خود و بی جد اصلا مصاحبه رو پخش کردیم و صحبت کردیم راجع به این قضیه. همه میدونستن. نکته دوم، اصلا هیچ کس این ویدیو رو ندیده بود سینا جان. هیچ کس الا مامان بزرگ من و شوهر عمه شما فکر میکنم. رفته بودن میدون انقلاب، اون 4 میلیارد گردش مالی هم که داشت این سی دی رو همه رو مامان بابای من رفته بودن خریده بودن، نشسته بودن تو خونه نگاه کرده بودن. هیچ کس نگاه نکرده بود. هر کیو میدیدیم میگفتن ما که البته این ویدیو رو ندیدیم. دقیقاً آوردن به زور به ما نشون بده، ما گفتیم نه چشام خون میاد. اصلا نگاه نکرده بود، هیچ کس چشمش به این ویدیو نیفتاده بود. و سر جای سر انتقاد هم شده بود به ما. بعد چرا گفتن بازجویی کردین؟ چرا بازجویی کردین؟ بازجویی کردیم. ما من نمیدونم، فقط گفتیم که اگه دوست داری بگو، دوست نداری هم تازه میتونیم درش بیاریم. یعنی خود اصلا نکته اصلی اینجا بود که ما اصلا هماهنگ نکرده بودیم برای اینکه این سوالو از زر بپرسیم. ما قرار بود با زر مصاحبه بکنیم راجع به فیلم اخیرش و موفقیت‌هاش و جشنواره‌هایی که رفته و اتفاقاتی که افتاده. بعد گفتیم حالا اینم بپرسیم که اگر دقت کرده باشین توی مصاحبه برگشت گفتش که شاید دوست نداشته باشم چون قبلا هم راجع به صحبت نکردم، اگر بشه من ممکنه بهتون بگم مثلا درش بیاریم. یعنی قرار بود که این اتفاق بیفته، ولی خب تصمیم گرفت که آره بذاره باشه و اصلا از پیش تعیین شده نبود. یک دو اینکه ما قبل برنامه اعلام کردیم این بخش خودمونیه، یعنی حتی به صورت مصاحبه هم نیست، خودمونیه، انگار مبل خونه است و اینجا خونه است و ما نشستیم چند تا رفیق داریم گپ میزنیم. برای همین مثلا ما سوال خاص، یعنی اون دوستان مثلا اومده بودن یه جوری سوال کرده بودن انگار مثلا این بازخوانی دوباره پرونده جرم بوده و ما اینجا داشتیم محاکمه میکردیم یا بحث راجع به این قضیه بوده، میگفتن چرا این نپرسیدی؟ نه چرا اونو نپرسیدی؟ ما همینجوری نشسته بودیم و زر در واقع درد و دل کرد، صحبتهاش رو گفت و هدف ما هم یه چیز دیگه بود. هدف ما این بود که نشون بدیم ما با کنجکاوی های بیجا و فضولی به نوعی میتونیم زندگی یک نفر رو نابود بکنیم و زر به عنوان یک هنرمند تونسته بود یک بار دیگه روی همه اون خاکستر و
خرابی هایی که ما با فضولی هامون به وجود آوردیم، البته من، البته من و خانواده‌ام، چون کسی که نگاه نکرده بود این قضیه رو، دوباره ساخته خودشو، دوباره تونسته زندگی دوباره و زندگی هنریشو دوباره از نو بسازه. این اصل قضیه بود. بعد دوباره دوستان ما بودن نه چه فیلمه، چجوری رسیده بود به دست اون. خب ما که این همه داریم زور میزنیم میگیم این فضولیا رو دیگه، یعنی دخالت بیجاست، هی کنکاش نکنین، نکنیم بریم تو و بخش خصوصی زندگی دیگران، بخش خصوصی دیگه. باز دوباره به این قضیه پرداختن. اگر حالا اصلا میخوام بدونم چه فرقی میکنه، اصلا فرض بگیرید اون شخص دوست مثلا خود زهر بوده، دوست همخونه زهر بوده، دوست دوست پسر زهر بوده، دوست یکی از دوستاشون بوده، مهم اینه که به صورت غیر اخلاقی و بی اجازه این ویدیو رو برداشته و حالا اون اتفاق هم افتاده. توضیحات بیشتر دیگه حداقل وظیفه ما نیست. حالا اگر احیانا زهر خودش تصمیم گرفت، بعدا توی یک مصاحبه مفصل‌تر راجع به این قضیه صحبت میکنه. درسته؟ دقیقا. این فکر می‌کنم توضیح بود که لازم بود راجبش بدیم و دوستان رو یه مقداری آروم بکنیم و بگیم که کلاً همین صحبت، همین این بود که ببینیم که زهر چجوری تونسته دوباره خودش رو پیدا کنه و زندگیشو دوباره از نو بسازه. خب بریم سراغ بله من یاد گرفتم. بله رعایت کنید از چشم. از این رعایت می‌کنم دیگه ویدیو نمی‌بینم. چی الان بخش چیه؟ چیز میزا رو ببینیم دیگه. آها چیز میزا، اتفاقا چیز میزا خودش سورپرایزه. جدی میگی؟ سورپرایزه. خیلی خوب. ببین. خوبه هرچی فالوور فکر دمه دستت اضافه کن، بذار روند بشه 1,000,000 کسی شک نکنه. امروز تصمیم داریم برای اولین بار با همت متخصصین بسته پستی رو با پهباد ارسال کنیم. آقایون حواستون رو جمع کنید، تمرین کردیم، تیم پشتیبانی هم هماهنگن، به حول و قوه الهی بسته رو میرسونیم به مقصد. مواظب باش. اوه این بابا افتاد. اب نداره، صف بیستین، دست به دست میدیم تا دم در خونش. اینا رو ول کن، اینجاشو ببین. سورپرایز خانوم آقایون، معرفی میکنم، دشت ارشاد پلاس. ببخشید خواهرم، به نظر خودت آیا این پوشش مناسب جامعه است؟ اینجوری بهتر نیست؟ زیبا نیست از گوهر عفت و پاک دامنیت بیشتر محافظت کنی؟ تازه این ولومو ببری بالا ببین چی میشه. سورپرایز. حالا اسمشو چی بذاریم؟ سورپرایز، سورپرایز. اسباب بازی که نمیشه، پهباد باید باشه. ای بابا، چرا ماشین کنترلی قبول نیست؟ چیز میز، 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 چیز میز،